دولت رئیسی از پیش و پس از روی کار آمدن قول کنفیکون کردن روابط اقتصادی با چین را میداد. بن سلمان هم همزمان خیز قابل توجهی به سمت چینی ها برداشت. حالا اما در ادامه در یک نگاه آماری دقیق تر بررسی میکنیم که سیاست نگاه به شرق رئیسی موفق بوده یا ولیعهد سعودی. آمار اداره گمرک چین نشان می‌دهد حجم تجارت میان چین و ایران در سال 2022 بالغ بر 15 میلیارد و 795 میلیون دلار بوده است. این رقم بدین معنی است که از حجم تجارت جهانی 6 تریلیون و 308 میلیارد دلاری چین، ایران کمتر از 0.5% سهم دارد. در این حال وضعیت تجارت خارجی ایران به حدی با مشکل روبرو شده که با همین مقدار کم باز هم چین برای 10 سال متوالی بزرگترین شریک تجاری ایران بوده است. با توجه به اتکای دولت رئیسی به سیاست شرق‌گرایی محض، بسیاری انتظار داشتند که طی 2 سال حکومتداری او تجارت بین تهران و پکن در سالهای 2021 و 2022 حداقل به نسبت 2 سال قبل از آن با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه باشد، اما داده‌های آماری حکایت از این دارد که شاهد پیشرفت عمده‌ای نبوده‌ایم. این 2 سال در کنار سالهای 2015 و 2016 از معدود سالهایی در قرن حاضر میلادی بودند که تراز تجاری دو کشور به نفع چین بوده است. در سال 2021 که اولین سال زمامداری رئیسی بوده، مبادلات تجاری ایران و چین 14.8 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن 1% کاهش یافته. همچنین اگرچه در ظاهر حجم تجارت با رشد 7% همراه بوده، ولی همین مقدار در مقایسه با سال 2019 با کاهش بیش از 7 میلیارد دلاری روبرو شده است که به خوبی حکایت از اثر به شدت منفی تحریم‌ها بر روی تجارت خارجی دو کشور دارد. این در حالی است که دولت فعلی همچنان با خوشبینی غیر قابل درکی این انتظار را پرورش می‌دهد که در شرایط تحریمی می‌توان از طریق تجارت با چین کشور را در مسیر توسعه قرار داد. به خاطر تحریم‌های اعمال شده حجم تجارت فعلی دو کشور که بعضی سال‌ها به بالای 50 میلیارد دلار رسیده بود به حدی کاهش یافته که اکنون به میزانی کمتر از سال 2007 رسیده است. از طرفی ارزش صادرات نفت ایران به چین هم در سایه تحریم‌ها به شدت کاهش یافته، در حالی که سال 2018 که ترامپ از برجام خارج شد ارزش آن 15 میلیارد دلار بود، در سال 2022 حتی به 1 میلیارد دلار هم نرسید. واردات نفت خام چین از ایران در سال 2022 هم حدود 560 میلیون دلار آمریکا بود که به شکل محسوسی بسیار کم و هشدار دهنده است. این کاهش ارزش صادرات نفت ایران به چین در حالی است که در سال 2022 جنگ اوکراین فرصتی برای بالا بردن درآمدهای نفتی ایران ایجاد کرد، اما تخفیف ویژه روسیه به خریداران نفتی باعث شد مشتری‌های نفت ایران جذب روسیه شوند. به همین دلیل در حالی که درآمد عربستان از فروش نفت در بحبوحه جنگ روزانه به 1 میلیارد دلار می رسید، کل درآمد سالیانه ایران از صادرات نفت به چین با درآمد نفتی 1 روز عربستان هم برابری نمی کرد. در یک دید مقایسه‌ای دقیق تر می توان گفت در حالی که در سال 2022 حجم کل تجارت ایران و چین کمتر از 16 میلیارد دلار بوده، حجم تجارت چین و عربستان به 106 میلیارد دلار رسیده، یعنی 7 برابر بیشتر از تجارت ایران با چین. همچنین در حالی که کل ارزش صادرات نفت ایران به چین در سال 2022 تنها 560 میلیون دلار بوده، در همین سال ارزش صادرات نفت عربستان به چین 64 میلیارد و 930 میلیون دلار بوده، یعنی 116 برابر بیشتر از صادرات نفت ایران به چین. از طرفی میزان سرمایه‌گذاری چین در ایران در سال 2022 فقط 185 میلیون دلار بوده است که برای مثال در مقایسه با حجم سرمایه‌گذاری این کشور در عربستان بسیار ناچیز است. مثلا برگزاری موفقیت‌آمیز 10th کنفرانس تجاری عرب و چین در ژوئن 2023 بار دیگر اهمیت سفر آذر ماه 1401 شی جی پینگ به عربستان را آشکار کرد. در همین سفر بود که عربستان اعلام کرد با چین بر روی 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توافق شده است. در بحبوحه کنفرانس عربستان قراردادی به ارزش 5.6 میلیارد دلار در زمینه تولید خودروهای الکتریکی با چین امضا کرد. همچنین اعلام شد که چین و عربستان قراردادهای سرمایه‌گذاری به ارزش 10 میلیارد دلار امضا کردند.
به طور کلی از مجموع 430 میلیارد دلار تجارت چین با کشورهای عربی در سال 2022 حدود 25% آن با عربستان بوده است. در نهایت باید گفت آنچه آمار و ارقام اقتصادی نشان می‌دهد حداقل تا کنون سیاست نگاه به شرق ایران آورده‌های چندانی برای کشور نداشته، در حالی که سیاست متوازن عربستان میان شرق و غرب یک آوردگی اقتصادی کم سابقه برای ریاض در پی داشته است.